یکی از مسائلی است که در بین جامعه ما و برخی از جوامع هم مطرحه و خلاصه وجود داره و میخوایم با یه قدری شکافتن موضوع بحث رو انشالله عمومی‌تر بکنیم و به این موضوع بیشتر بپردازیم. من هم با عرض السلام و تشکرات لجميع الجهات في إمام البندلات والمقام الأزمة كدار كثير الاعتيادات والمند في خمار الانتخابات. بیننده محترمی پشت خط تلفن برنامه هستم، خدمتشون سلام عرض میکنم، خواهش میکنم که خودتون معرفی بفرمایید. سلام به شما و مهمون برنامه تون. حاج آقا من دیشب خواب دیدم توی جای تاریکی هستم، بعد یه چوب کبریت روشن کردم، یوهوی چند تا اسکلت افتادن روم، میخواستم ببینم این خواب تعبیرش چی میشه. خوابو که قلیل و فی داخلش آبو که، لیکن هذا مشکل مشکل کل الممالک. عرضم به حضور شما که تعبیر خوابتون اینه که اون اسکلت ها که دیده بودید اموات شما و از بستگان شما بودند، از اونجایی که در روایت هست کل الاموات مشتاقون بالانتخابات، این بدبخت هم دلشون میخواسته بیان و رعی بدن، اما چون دستشون از دنیا کوتاه بوده خواستن به شما بگن که اگر رعی ندی انگار کبریت کشیدی به روح فخیمه ایشون. شما هم برای شادی روح رفتگانتون باید همه با هم اجماعا شناسنامه هاشونو بردارید ببرید حوزه برای رای دادن. سلام عرض میکنم به حضور بیننده محترمی که با ما تماس گرفتم، خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید. حاج آقا فرزند من تازه متولد شده، متوجه شدم که انگشت سبابش جوهریه، ظاهرا قبل از تولد رای داده، میخواستم ببینم حالا بازم لازم رای بده یا نه. در رابطه با قدم نور رسیده شما، از اونجایی که روایت داریم که میفرماید الاطفالات مشتاقون بالانتخابات، الان طفل مورد نظر دم دست هست من یک صحبت کوتاه با ایشون بکنم بده بیدم. البوبو دیم البابا دم الماما ده دیتا ده بوبوبوبون الا عداد بده دی 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 دو 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 به بله پستونک هست. چی شد حاج آقا بحث رای بود کشید به بحث پستونک؟ قال طفلک، قال طفلک یعنی بچه تون گفت انا تشکر من عبع، یعنی من متشکرم از پدرم که من رو از همان طفولیت و قبل از طفولیت تشویق و یتشویقون فی شرکت الانتخابات کرد، کما اینکه پدر بزرگ همین بچه بعد از مرگش هم در انتخابات شرکت کرد. و این بحث حائز الاهمیت فی کل الامور الانتخابات. و در آخر هم تشکر کرد از طرف تمام شیرخوارگان بسیجی دنیا از آقای احمدی نژاد به خاطرش حضور سردشون در انتخابات و اینکه دوباره کاندید انتخاباتی شدند. اجازه بفرمایید تماس دیگه داریم، این رو هم برقرار بکنیم. حاج آقا من الان سوالی که برام پیش اومده اینه که بین این چهار تا کاندیدا کدوم رو انتخاب کنم؟ من چطور میتونم به این تهدید طاقت فرسا پایان بدم؟ انت گیری پاچ کردی فی بحث شکیات، ولیکن شکیات مشکل الاولى فی الانتخابات. در رابطه با همین موضوع پیشنهاد حوزه و خود بنده هم همین بود که از این به بعد به جای چهار تا کاندیدا یک کاندیدا بیشتر معرفی نشود و ملت بتوانند در یک انتخابات آزاد از بین همه اون یه نفر رو انتخاب کنند. ولی حالا چون شما در شکید روایت هست که بقای بر رئیس جمهور قبلی بکنید، یعنی احبتان است که رئیس جمهور قبلی را انتخاب کنید، برای چهار سال بعدی هم همون را انتخاب کنید تا شکیتون برطرف بشود. سلام عرض میکنم به حضور بیننده محترمی که با ما تماس داشتم، خواهش میکنم که خودتون رو معرفی کنید. حاج آقا من انگشتم به داریم که میگه الانگشتات مشتاقون بالانتخابات، در شرایط اضطرار شما میتوانید با انگشت پاتون هم رأی بدید. ببخشید آجا من پام هم شکسته، انگشت پام تو گکه، اونم نمیتونم، تکلیف من چیه؟ اینجا دیگه بحث مدلول بیواسطه به واسطه ششلول مقام عظماست که لوله لوله.
مقام عظما میفرماید کل الاعضاء والجوارح المخلوقات مشتاقون بالشركه والانتخابات. حالا شما بیا حوزه انگشت نخواستیم، شما همین برگه رو گاز هم بزنی دیگه برای ما کافی است. بیشتر از اینم سوال نکنید، وگرنه روایت هست که آنی و حس دستات فی الاشتیاق صورتات. نعم. و اما حاصل الانتخابات، خروج الاحمدی نجات، همان جوجلات پسر همان گندلات یعنی امام راحلات، من سن و غلمی بجات و السبزیجات و الملحقات و الانتخابات و القاتفات و الماسمالیات فی کل صناديق الانتخابات. تشکرات.